بسته لب بسته وقت برخواستن و یک قیام است این سخن دار خامیون دار اعتصاب تو تیشه بر ریشه دست زل میزنن خجر دارم خون یارم می نویسن اعتصاب تن مرهم زخم ایران زمین است این زمان شکران با صفوف کارگران با خلوش خامران با زمه برادران هم را شدید از ما شدید هم صدا شدید اون هست که زمستون آب زیادی داره و همیشه آبش هست، حتی تابستون هم یه مقدار کمی آب داره. چشمه‌های عرق معروف به چشمه‌های آب خوردنی هستن، آب معدنی هستن، اونا خیلی پاک و زلال هستن و اینکه هیچ املاح اضافی داخل اونا نیست. من با 4 تا خودکار و یه لیوان و چسب و یه جاکلی با یه بالکن آرمیچه دکمه با سیم یه ربات متحرک خطکش رو کردم. حالا اون روشن میکنیم. پاکونه به این گوشه نمیدن که به این حالت بچرخه. تمام دانش فنی این بخش کاملا ایرانیه. این توضیحات درباره دستگاه تازه اختراع شده شناسایی و اعلام وجود ویروس کرونا در محیط‌های مختلف، دستگاهی کاملا ایرانی که محققان و نخبگان بسیجی کشور اون رو اختراع کردند و امروز با حضور فرمانده کل سپاه رونمایی شد. این دستگاه میتونه در فاصله 1.5 متری تا شعاع 100 متری ویروسی وجود داره، کسی ویروس داشته باشه رو بتونیم شناسایی بکنیم. مشابه دستگاه شناسایی مستعان تا الان در هیچ جای دنیا ساخته نشده. حرکتی نمیکنه. یعنی به سمت آنتن بشقابی نمیاد. یعنی این فرد عاری از هر گونه ویروس کرونا است. اونو بیاین بدیم به فرد. خب حالا این دسته های حاوی ویروس کرونا رو دست این فرد دیدید شما؟ آنتن به سمت فرد حرکت کرد. این دستگاه از فناوری های بسیار مدرنی استفاده کرده، در این حال که ساده به نظر میرسه و کارکرد ساده ای داره، ویروس رو داخل خشاب دستگاه میگذارند و میدان مغناطیسی که این ویروس ایجاد میکنه باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه و اون نقطه شناسایی میشه. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا. از همه کشور ایده‌های فراوانی را دریافت کردیم که یکی از عالی‌ترین ایده‌ها تولید همین دستگاهی بود که امروز توسط این گروه علمی و نوآور در پیشگاه ملت ایران تقدیم شد. دقت شناسایی این دستگاه فعلا بالای 70% و به تدریج با تحقیقات جدید دقت اون افزایش خواهد یافت. در صورتی که مجوزهای لازم برای تولید انبوه این دستگاه صادر بشه، بعد از این امکان غربالگری ویروس کرونا در اماکن پرتردد و حتی در خط تولید کارگاه‌ها و کارخانه‌ها هم فراهم خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیز و شنوندگان محترم و مادر عزیز و گرامیم، بنده ژینا هستم. شما را به خدای بزرگ. In closing, let us remember Mahsa Amini. Mahsa Amini was beaten and killed in Iran while in police custody. Amini, I am your voice, and I will continue to make sure you are never forgotten. Thank you all again. یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم بوشونه های هم. آها، مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممون هم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خش بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون، بالاخره پیداش میشه رنگین کمون. دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو. مؤذن اذان بگو، خدا بزرگ بلا به دور. مامان امشب واسمون دعا بخون. جایی که یادمه این خاک همیشه ندا میداد، یه روز خوب میاد که هرج و مرج نیست و تو شلوغیا به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا. بامیه همه شنگولیم و همه چیالیه، فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه. خون میمونه تو رگ و آشنا، نمیشه با آسمون و آسفال. دیگه فواره نمی کنه، لخته نمیشه، هیچ مادری سر خاک بچه نمیره. خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ، باید تو مثل بم. مفی بی ایران لشی اسمو تفریس ولا حضارة فارسية. الموجود في ایران هي الحضارة الإسلامية. جوانای ما در آینده، یعنی تا 20 سال دیگه، بر طبق این قانون اساسی همه باید عربی بلد باشید. مؤسس الجمهورية الإسلامية هو عربي ابن عربي، والمرشد الأعلى بالجمهورية الإسلامية اليوم سماحة الإمام سيد الخامنئي سيد قرشي هاشمي ابن رسول الله ابن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء. هو العرب، هو العرب. نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانم کاری تخت جمشید را زنده می کند. نشانه طاغوتیگریست در همون ساختمان ها که امروز بعد از گذشته یکی 2000 سال ویران است. یک روزی خدا می داند که چقدر بیگناه در مقابل تخت طاغوت های زمان به قتل می رسیدند و چقدر دلها ناکام می شدند. این افتخاری ندارد. Ce sont les cheveux au vent. La liberté chevillée au corps et l'espoir en étendard que les femmes iraniennes, rejointes par les hommes, se battent courageusement pour leurs droits. Des citoyens de tous âges et de toute classe sociale. Le sang versé par les victimes de cette répression effroyable ne parvient ni à éclabousser, ni à enrayer cette marche vers la liberté engagée de la mer Caspienne au golfe Persique. C'est avec un courage extraordinaire que le peuple iranien reste debout face à ce régime qui s'arc-boute et se cramponne sur son appareil sécuritaire, préférant tuer sa jeunesse plutôt que de faire la moindre concession. Oui, les images qui nous parviennent de toutes les régions du pays, et ce malgré l'injustifiable censure des autorités, nous horrifient. Au travers de cette résolution que nous soumettons aujourd'hui, nous, députés Renaissance, associés aux députés Modem et Horizon, que je remercie, tenons à apporter notre soutien plein et entier à ces femmes et ces hommes. Nous ne pouvons donc, Madame la Ministre,
que saluer la décision récente du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de créer une mission d'enquête sur les nombreuses violations commises par la République islamique en réponse aux manifestations. Les menaces, les surveillances, les détentions arbitraires, les tortures et les abus sexuels, doivent cesser immédiatement. Quelques jours après la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, le vote de ce texte permet de dire clairement à cette tribune « Il ne peut exister de liberté sans liberté de la femme ». C'est pourquoi notre texte demande l'exclusion de la République islamique d'Iran de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Par ailleurs, rappelons que 7 de nos ressortissants sont également toujours détenus arbitrairement en Iran. Et mes chers collègues, en votant ce texte, notre Assemblée tout entière a l'opportunité de leur témoigner un message clair. Nous ne vous oublions pas. Alors mes chers collègues, au-delà de nos divergences politiques, qui peuvent s'exprimer relativement souvent ici, envoyons un message fort au peuple iranien, à la diaspora iranienne et aux descendants d'Iraniens dont je fais modestement partie. Une nouvelle fois, le monde regarde la France. Soyons... Avalan, tamam khaste hay ma, ham demokrasi, ham khod mukhtari, dar charchoob kishvar Iran ast. Ma khodmon ra Irani midanim. Va be hich kesi... به هیچ ایرانی دیگه هم اجازه نمیدیم که خودش رو از ما ایرانی تر بدونه. دلیلی هم برای این کار نمیبینیم. ولی در ضمن در این خانواده مشترک خودمون، وطن مشترک خودمون که ایرانه، میخواهیم به حقوق ما توجه بشه و به عنوان هموطن درجه دوم زندگی نکنیم، بلکه هممون در مقابل قانون مساوی باشیم. و به همین جهت هم فکر میکنیم که این خواسته های ما، چه خواسته های دموکراتیک ما و چه خواسته های مربوط به حقوق ملی که باید البته برای خلقه های ستم دیده دیگر ایران هم منظور بشه، تمام اینها در چارچوب یک ایران دموکراتیک ممکن هست و به همین دلیلی که ما دموکراسی برای ایران را در واقع شعار اصلی خودمون قرار دادیم. مرد اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران چی میخوان؟ اکثریت مردم ایران صلح میخوان، آزادی و دموکراسی میخوان و امنیت و آسایش میخوان. و کسانی که واقعا بتونند چنین برنامه‌ای در مقابل مردم ایران مطرح بکنند و مردم ایران را قانع بکنند به صداقتشون که میتونن این چنین برنامه‌ای را اجرا بکنند، من فکر میکنم که این تیف در آینده ایران برنده خواهد شد. من اعتقاد دارم که هیچ گروهی به تنهایی نمیتونه در ایران تهرانپا سه آذر